برای بررسی همین خبر همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ماست. اشکان، به ما از آخرین موضع‌گیری مقامات اسرائیلی در رابطه با برنامه اتمی ایران. بله، خب نفتالی بنت این صحبت ها رو دیشب در جریان کنفرانس رهبران سازمان های عمده یهودی در آمریکا که در اورشلیم برگزار میشه بیان کرد. دو وزیر دیگه اسرائیلی هم امروز در جریان این کنفرانس در اورشلیم صحبت کردند. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت که اسرائیل هر کاری که لازم بدونه انجام خواهد داد که جلوی مبدل شدن ایران به کشوری در آستانه ساخت سلاح اتمی رو بگیره. مرآو میخائیلی رهبر حزب کار که الان وزیر راه اسرائیل هست گفت که در سال 2015 به عنوان یک نماینده چپ میانه در اسرائیل از برجام حمایت میکرد و طرفداری میکرد، اما به گفته او این قراردادی که الان در وین در حال تدوین هست بندهای غروب بیشتری داره، زمانش بسیار کوتاه‌تر هست و در واقع دو سال و نیم دیگه بخشی از در واقع محدودیت‌هاش از بین میره، و گفت که او هم الان این قرارداد رو یک قرارداد نگران کننده میدونه. اما برگردیم به خود حرف‌های بنت. بنت به موضوع سپاه اشاره کرد و در واقع اینکه جمهوری اسلامی خواهان این شده که نه تنها سپاه از در واقع فهرست سازمان‌های تروریستی خارج بشه، بلکه در اون پرونده‌های باز ایران هم در آژانس دیگه بهش رسیدگی نشه. او هم گفت که اسرائیل یک خط قرمز داره و اون هم این که بتونه از خودش دفاع بکنه و آزادی عمل خودش رو در برابر ایران حفظ کنه. اشکان، دوباره به تو برمیگردیم. در اینجا تصاویر زنده میخوایم ببینیم از دیدار ابراهیم رئیسی و امیر قطر در دوحه. دو طرف در حال امضای تفاهمنامه همکاری هستند. بله، تصاویر زنده‌ای داریم می‌بینیم از دیدار ابراهیم رئیسی با امیر قطر در دوحه و گفتگومو ادامه میدم با همکارم اشکان صفایی که از اورشلیم همراه ماست. اشکان، به طور کل برنامه اسرائیل برای مقابله با برنامه اتمی ایران در حال حاضر چیه؟ بله، خب اون چیزی که رسانه‌های اسرائیل از قول مقامات این کشور میگن رو اگر ما دنبال بکنیم این هست که مقامات اسرائیلی دارن سعی میکنن آخرین تلاش‌های خودشون رو در این روزهای آخر میکنن که شاید بتونن در دو سه مورد تاثیر بذارن بر مذاکرات. یکی این که تحریم‌ها به صورت تدریجی لغو بشه، یکی این که این پرونده‌های باز ایران بهش رسیدگی بشه، بسته نشه، و یکی هم در واقع همین موضوع این که در واقع بازرسی‌های آژانس شدیدتر باشه در زمینه برنامه اتمی ایران. اما همه این رسانه‌ها میگن که اسرائیل میدونه که شاید دیگه نتونه هیچ تأثیری بذاره و خودش رو آماده میکنه برای روز بعد از امضای برجام و اینکه در واقع بتونه آزادی عمل داشته باشه که اگر لازم دونست حتی حمله بکنه به در واقع تأسیسات اتمی ایران یا موشکی اون. اشکان صفایی از اورشلیم، ممنونم از توضیحاتت.